سلام، بهاران خجسته باید میخواستم چند تا دروغ 13 هم چاشنی برنامه امروز بکنم، اما دیدم که خبرهای راست جمهوری اسلامی اگر راست باشه از دروغ 13 هیجان انگیزتر. آخرین خبر این که آقای زرقامی از آقای احمدی نژاد خواسته که آقای احمدی نژاد از آقای حمید بقایی بخواهد که آقای حمید بقایی اعتصاب غذای خودش رو بشکنه. معمولا خانواده متهم، خانواده زندانی ازش میخوان که خواهرش، برادرش، پدرش، مادرش، فرزندش اعتصاب غذاش رو بشکنه، اما در سیستم جمهوری اسلامی اون رئیس طرف که این قبلا معاون اجرایی احمدی نژاد بوده، او باید به معاونش بگه غذا بخور، بخور، نخور، چی بخور، چی نخور. و رئیس جمهور هم اگه اعتصاب غذا بکنه، یا اصولا مقام معظم رهبریه که بهش میگه چی بخور، چی نخور، غذا بخور. رهبری البته اگه اعتصاب غذا بکنه که اونجوری بکنه، اون وقت اون امام زمان باید به معمولا به رهبری میگه چی بخور. نه امام زمان هم که خود قاتل، رهبریت چیزش فقط میخوره حساب غذاش. آقای خامنه ای هم احتمال داره که در زندان حکومت بعدی اتفاق بیفته. اجالتا آقای بقایی معاون اجرایی سابقه رئیس جمهور، سابقه جمهوری اسلامی، به تمام اختلاس و سوء استفاده مالی در زندانه و آقای احمدی نژاد از مردم خواهش کرده که همه کسانی که آرزوی آزادی زندانیان بیگناه را دارند تا احقاق حقوق همه مردم و بویژه آزادی رحیم مشایی و بقایی از زندان روزانه 1000 صلوات به امام زمان هدیه کنند. این جالبه که احمدی نژاد هم طرفدار حقوق بشر و آزادی و آزادی زندانیان بیگناه شده. این ادعای طرفداری از عدالت و آزادی نه این چیز نیست، این وقاحت نیست، این نوعی تمرینه. احتمالا ایشون میخواد رهبر بشه در آینده داره. اما حالا امام زمان روزی 1000 تا هر نفر روزانه 1000 تا صلوات هدیه کنه، امام زمان بدبخت اون ته چاه این همه صلوات رو بخواد به کجای این چاه جا بده؟ اصلا امام زمان صلوات میخواد چیکار بدن؟ صلوات این 1000 تا صلوات روزانه چقدر میشه؟ یک ساعت و نیم، دو ساعت من وقت گرفتم، وقت آدم ها رو میگیره. یه چیزی براتون بگم که این آقای حمید بقایی متهم هستش که 3,766,000 یورو و 590 دلار از سردار سلیمانی گرفته. حالا میگه اگر من فرزانم این پول گرفتم، حالا در رابطه با کشورهای آفریقایی تو این دعوای اتفاقاتی میفته که ما یه چیزی خبردار میشیم که قبلا توی خبرها نیست. این پولایی که نقدایی که رد و بدل میشه و حالا زرگرا که دعواشون شده، تو این دعواشون ناغافل پای یکی هم خورده به جای حساس، اون یکی گفته نه این دیگه قبول نیست، این ضربه قرارمون نبود و الان یه همچین چیزی شده که ناکار کردن همدیگه، زدن به جای حساس همدیگه بدون اینکه توی مقررات بین المللی جنگ زرگری لحاظ شده باشه. همینی که یه مقدار پته، البته در حدی که رقم هایی که برای ما به اندازه کافی عجیب هست، حالا رقم هایی که ممکنه هویج رو کلمون سبز بشه رو نگرد داشته، این هم نمیخوان که زراعت هویج در مملکت توسعه پیدا کنه. این 3,766,000 یورو 590
دلار رو من جمع بستم، دلار و یورو رو تقریبا یه قیمت حساب کردم، شد 4,356,000 یورو که اگر تقسیم کنیم بر 1000 تا صلوات، هر صلواتی میفته 4,356 یورو برای هر نفر میارزه. میارزه که ما یعنی فکر کردم یه جوری ما ملت رو در پولا شریک کنیم، ولی هر کسی هر روزانه 1000 تا صلوات بفرسته در ماه میشه 30,000 تا. اگر 80 میلیون آدم به خاطر فراخوان آزادی خواهانه و عدالت جویانه آقای احمدی نژاد صلوات ها رو نظر امام زمان بکنن، ببینید که الان دیگه صلواتی چقدر میفته. ولی خب ملت به هر حال موظفن که حمید بقایی رو، برای اینکه این هم وقتی که من یادمه آقای خامنه گفتن نظر من به احمدی نژاد نزدیکتره تا به رفسنجانی، این رو هم گفتن که نظر من به حمید بقایی نزدیکتره با نظر فائزه رفسنجانی. یعنی میخوام بگم که اینا همون طایفه ای هن که آقای خامنه‌ای خیلی بهشون حال میده، غیر از اون مشایی. مشایی رو آقای مقام معظم رهبری از اولش باش خوب نبود، یکی دو بارم آقای مشایی برای دستمالای پرت کرد خدمت مقام معظم رهبری، اما مثل این که زیاد تحویل گرفته نشد. و گفتم این آخرین خبرهای جمهوری اسلامی هست. سردار سلیمانی هم هنوز هیچ توضیحی نداده که چرا این پولا رو از کجا آورده، داده به آقای حمید بقایی که اون ببره تو کشورهای آفریقایی چی کار بکنن نکنه توضیح داده نشده. اما همه این خبرها رو فراموش کنید، اصلا من بی خود گفتم، برای که همه این خبرها الان تحت‌الشعاع یک مبحث مهم علمی و مملکتی قرار گرفته که اینجا براتون بنده میگم. و این رو آقای آیت الله العظما هاشمی حائری شیرازی با اسبانی یک همچین خبری شدند، یعنی تفسیر سیاسی مملکتی سمعی بصری. این دکمه نگاه کن، میره بالا میاد پایین، بیار پایین، هر کی اینا رو از هم جدا کنه رهبر جای این دکمه رو داره. اونایی که اینها رو دوست میکنن شأن رهبر رو میارن بالا، اونایی که این تفرقه رو شدید میکنن شأن رهبر رو میارن پایین. اون گروهی که بگه رهبر مال ماست مال شما نیست، مثل اینه بکش بالا اینه، نه بگه امطوری بکش بالا، بدون اونا این رو داشته باشه میشه این جایگاه رهبریه؟ ادعا کنه من مصادره کردم او رو چطور؟ گو اگر این دوتا با هم نسازند من به هر دولن میکنم. ببین اگر این دوتا از این دنده ها تو سینه هم وایسن دیگه میتونن برن تو این دکمه؟ نمیتونن. بله ایشون جای مقام معظم رهبری رو اون جایی که حالا بینگه دکمه، ولی اون نمیدونم کلگی زیب میدارن در واقع بدون که خواسته باشه یا خواسته است که مقام معظم رهبری رو به کلگی زیب که اینا رو و هم میکشه بالا و میبره پایین. این یه همچین تصویری از آقای خامنه‌ای بده یا چنین تصویری یا
ایشونو اینجوری میبینه آقای آیین آیت الله حائری شیرازی و اون پایین اون چیزا رو، اصولگراها و این اصلاح طلبا رو، میگه که اینجوری با دنداتون قیش در تو هم رهبری بیاد بکشتون برا و سابقا جای دوست و دشمن رو نشون میدادن. حالا اینا این یه زیپ، اولین بارشه مثل که زیپ دیده که جای رهبری رو اونجا نشون میده و این خودش یه مقدارم یک محملی هستش که ایشون یه جوان بدبخت رعنای بی سرزبون گوش به زنگی رو بیاره اونجا بود. حالا احتمالاً یک کودک درون این آیت الله حائری شیرازی یک علاقه هایی به قرائت قرآن داره ولی بروز نمی کنیم، از که خیلی با احتیاط از حالا شروع کرده که با این بهانه زیپ، آخه زیپ و بکش بالا بکش پایین هم برای اینجور آدم ها میتونه وصف اول ایش نصف اول ایش باشه، اما ایشون به اصطلاح گاف بزرگی سوتی بزرگی که داده اینه که یا میدونه یا نمیدونه، به هر حال نفرت مقام معظم رهبری رو از زیپ جماعت، یعنی اصلا ایشون حساسیت شدیدی روی زیپ دارن و اینم تقصیر احمدی نژاده. یعنی از اون مصاحبه‌ای که احمد نژاد راجع به مقام معظم رهبری کرده از تلویزیون پخش شده، بعد جلو دوربینای تلویزیون قبل از اینکه هنوز این میکروفوناش اینا رو بکشن زیپش رو کشید بالا و در واقع خواست علامت بده، خواست بگه که من در تمام مدتی که داشتم راجع به مقام معظم رهبری حرف می‌زدم زیپ هم باز بود، این خودش باعث شده که مقام معظم رهبری به هر حال حساسیت خاصی روی زیپ داشته باشند و این حرکت آقای چه می‌دونم آیت الله هاشمی شیرازی که خواسته به طریق سمعی بصری یک مسئله مملکتی رو عنوان کنه عواقب بعدی نمیدونم با این چه بلایی تا حالا اطرافیان آقای خامنه‌ای سن، این پسره که بدبخت کاپشن پوشیده، یک کاپشن خریده یا برش خریدن، شاید این آیت الله برای آخه اینا وقتی که بخوان قرائت قرآن درس بدن گاهی کاپشن میخرن، گاهی شروع میکنن، گاهی البته متهمش نمیکنم، اما این دکمه نگاه کن میره بالا میاد پایین، بیار پایین، هر کی اینا رو از هم جدا کنه رهبر جای این دکمه رو داره، اونایی که اینها رو دوست میکنن شأن رهبر رو میارن بالا، اونایی که این تفرقه رو شدید میکنن شأن رهبر رو میارن پایین. اون گروهی که بگه رهبر مال ماست مال شما نیست، مثل اینه بکش بالا اینه، نه بدون اونا این رو داشته باشه میشه این جایگاه رهبریه؟ ادعا کنه من مصادره کردم او رو چطور؟ گو اگر این دوتا با هم نسازند من به هر دو لند میکنم. ببین اگر این دوتا از این دنده ها تو سینه هم وایسن دیگه میتونن برن تو این دکمه؟ نمیتونن. شاعر میفرماید آن شنیدستم، نه میفهمید آن شنیدم گفت شیخ منبری، دکمه زیپ است جای رهبری. ما الحمدلله زیپ نداریم که وقتی سوء تفاهم بشه، وگرنه بخواستم نشون تو بدم اتفاقا آن شنیدم گفت شیخ منبری دکمه زیپ است جای رهبری، با عبا عمامه و ریش سفید، با
پاچه خاران خوندکی از ره رسید. نوجوانی نزد خود آماده داشت، دست خود بر سینه او میگذاشت. قاری قرآن نبود آن پیر مرد، کردگی قاری قرآنی نکرد. خداییش چیز نمی کنه، هیچ تماسی سعی میکنه برقرار نشه، ولی خب حرف که میشه در آورد، همونطور که برای سعید توسی در آوردم. اونم بنده خدا فقط میخواسته قرآن دست بده، گفته بیا ببینید من به آقا مشتبه هم درس دادم، برین از آقا مشتبه بپرسین. حالا کسی البته جرأت نمیکنه که بره از آقا مشتبه بپرسه، اما محبتی که مقام معظم رهبری به سعید توسی دارن که سلمونی خاص آقا هم هست، مشت محکمیه به دهان نوجوانانی که مورد تعدی و تجاوز ایشون قرار گرفتن. قاری قرآن نبود آن پیر مرد، کرده یه قاری قرآنی نکرد. یا مگر در دوره استاج بود، الغرض یک خورده ناشی می نمود. کاملا محتاط می رفتی به پیش، بهر حفظ آبرو و عرض خویش. کاملا محتاط می رفتی به پیش، بهر حفظ آبرو و عرض خویش. ایشون می تونست اصلا یه دونه زیب بیاره همینجوری بکشه بالا بکشه پایین، جوان مردم رو هم اونجا آلت زیپ خودش نکنه. کاملا محتاط میرفتی به پیش، برای حفظ آبرو و عرض خویش. نه اینجا رو من حرف رو اصلا نمیخوام بهش بند کنم. کرده کاپشن بر تن آن نو جوان، تا دهد او را به دوربین ها نشان. گفته میخواهم که مشهورت کنم، بعد با لطف علی تورت کنم. نه گفتم اینجا شاعر ما گرفتار یه بدبینی شده که به همه این آقایون بدبین. یکی دو تا کلیپ زیر منبر اونجا دیده از یکی دو تا از این نه اتاق فرمان خواهش میکنم نشون ندید، نه لطف کردن دوستان اتاق فرمان خواستن از اون کلیپا یکشو نشون بدن، خواهش میکنم نشون ندید. اصلا شاعر میگه یا نبود اصلا به امید وصال، این منم بیهوده گوی کج خیال. شاعر ما اینجا خودزنی میکنه برای که حقیقتی یه وقت پایمال نشه، اتهامی زده نشه. و این آیت الله حائری شیرازی با ریش و عمامه و عبای سفید به تیرگی آلوده، تیرگی اتهام و بدنامی آلوده نشه هیچ کدوم از این سفیدی اصلا. ول کنیم، شاعر میگه نوجوان را مانکن کرد و مدل، تا بگوید حرف حق از جان و دل. یعنی فقط برای که حرف حق بگه این رو آورد اونجا، وامیستی میکشی پایین و هرچه گفتم میکشی بالا، صدات هم دیگه در نه چی دیگه هم نمیگه. آره کار هرم اینا. نوجوان را مانکن کرد و مدل، تا بگوید حرف حق از جان و دل. حرف حق باید بگوید مرد حق، تا نگردد تخم نهضت تق و لق. خواست تا گوید سخن از اتفاق، دور سازد دست ها را از نفاق. نه دست ها را، من یه غلط از شاعرشون گرفتم. خواست تا گوید سخن از اتفاق،
دور سازد دسته ها را از نفاق. خواست با برنامه سمع و بصر حرف خود گوید مفید و مختصر. آخه پیر مرد گفتم شاید اولین بارش بوده زیب دیده، اولین بارش نبوده که پسر جوان بوده که همون زیب براش داده. کابشن هم اگه دیده بوده با هم دگمه‌ای، کابشن دگمه‌ای البته من که ندیدم. حالا نه 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 حالا نه فرد بخواد منم کابشن دگمه‌ای نشون بده. دست سوی سینه آن نوجوان برد تا منظور خود سازد عیان. دگمه خواندی دسته زیپ لباس، آره میگین دگمه است، نمیدونم تو حوزه به اینا میگن دگمه ولی ما خارج از حوزه نمیگیم، میگه همون دستگیری دسته زیپ، کلگی زیپ. دگمه خواندی دسته زیپ لباس تا که منطق آورد بر این اساس. گفت پایینش همین حالا بکش، بعد وقتی گفتمت بالا بکش. دست چون نزدیک با شلوار شد، وقت نطق و موقع گفتار شد. یعنی اصلا با وارد اون حوزه نمیشه، نه انصافا حالا خودمونیم حفظ ظاهر میکنیم. گفت این بالاست جای رهبری، پس نمی باید گرفتش سرسری. اونجاست جانم دکمه برفت انگشت او، رهبری پنهان شده در مشت او. ولش کن رهبرو. گفت خواهی رهبرت را معتبر، همتی کن زیپ را بالا ببر. رهبری زیپ هست ما هم زیپ کش، پس بکش بالا و خدمت کن بهش. گفت باید جمله هم یاری کنیم، از چنین زیپی نگهداری کنیم. دنده هایش گر رود در هم فرو، رهبری را شان هست و آبرو. رهبری شد زیپ کاپشن این چنین، حال قدری واکنش از او ببین. حالا این مقام از اون رهبری در رابطه با این قضیه و این کلیپ چی میگه، به هر حال نظر ایشون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک‌تره. نمیدونم اصلا ربطی نداشته اینکه گفتم. آن شنیدستم که یک شنبه غروب دید رهبر فیلم را در یوتیوب. میگن آقا میشینه غروبا همینجوری اون بالای بساطش کامپیوتر میذارن نگاه میکنه، زیر چشمی نگاه میکنه، کامل نگاه میکنه، عیب نداره. آن شنیدستم که یک شنبه غروب دید رهبر فیلم را در یوتیوب. گفت من دشنام ها بشنیدم، عکس خود را هم در آتش دیدم. گفت من دشنام ها بشنیدم، عکس خود را هم در آتش دیدم. لیک هرگز کس چنین چیپ هم نکرد. چیپ حالا ما هم دیگه یه کلمه انگلیسی انداختیم اینجا که اغلب ایرانی ها نه، به هر حال خیلی هاشون از این کلمه های چیپ و ارزون و بیارزش و اینها مصرف میکنن دیگه. لیک هرگز کس چنین چیپ هم نکرد، پاچه خاران دکمه زیپ هم نکرد. چیپ هم من به خاطر زیپ آوردم، زیپ پیشم خارجی کلمه فارسی برای زیپ فکر نمیکنم نداریم، نه ولی قافیه رو جور شد، قافیه جور شد. لیک هرگز کس چنین چیپ هم نکرد، پاچه خاران دکمه زیپ هم نکرد. رهبری در واقع اون حرکت زیپ کشی احمدی نژاد در مقابل دوربینای
تلویزیون اینجا گویا داغ مقام معظم رهبری رو تازه کرده، کما اینکه داغشون هم راجبه اینکه تصویرشون رو با آتش کشیده بودن تو نمیدونم ناسزا گفته بودن تازه شده. ولی خبر تازه، آخرین خبر هم این استش که به دنبال آتش زدن تصویر مقام معظم رهبری در تظاهرات در شهرهای مختلف و به دنبال لگد کردن پرچم آمریکا و حتی اسرائیل در جاهای مختلف توسط خود حکومت، البته این لگد مال کردن و الان ملت ایران داره خودشو آماده میکنه برای لگد مال کردن تصویر مقام معظم رهبری در آینده نزدیک قبل از عمل، این امیدوارانه به زودی بعد از عمل. دوباره در میزنه دل من پر